سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. آتاالله سلطانی صبور رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس ایران با اشاره به پرونده تعرض جنسی یک ناظم به دانش آموزان در مدرسه ای در غرب تهران گفت فعلا ناظم مدرسه در معرض اتهام است و اینکه موضوع را آب و تاب بدهیم چیز خوبی نیست. ناظم یک مدرسه ابتدایی در غرب تهران به اتهام آزار و اذیت دانش آموزان به صورت غیرعلنی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و سپس روانه زندان شد. حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ایران نیز تایید کرد در دو مدرسه تهران شماری از دانش آموزان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. در یکی از مدارس ناظم مدرسه به 6 دانش آموز تجاوز کرد، اما از مدرسه دیگر آماری اعلام نشده است. این پرونده در شعبه 79 کیفری استان تهران در حال رسیدگی است. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی با نیجریه به تساوی بدون گل رسید. پس از این نتیجه بسیاری از ایرانیان به خیابان‌ها ریختند و به جشن و پایکوبی پرداختند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با ابراز رضایت از این تساوی گفت حالا نوبت آرژانتین است. تیم ملی فوتبال کشورمان روز شنبه به مصاف آرژانتین می‌رود. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه 26 خرداد ماه در نخستین بازی خود در جام جهانی 2014 به مصاف نیجریه رفت که این بازی با نتیجه 0-0 به پایان رسید. پس از تساوی ایران مقابل نیجریه، مردم پایتخت کشور به خیابان‌ها ریختند و به جشن و پایکوبی پرداختند. در همین حال، بازیکنان نیجریه که در این دیدار نتوانستند بازی که هواداران خود انتظار داشتند را به نمایش بگذارند، از سوی هواداران نیجریه حاضر در ورزشگاه به دلیل عملکرد ضعیف هو شدند. بر اساس ارزیابی فیفا در بازی ایران و نیجریه، توپ در 36% مواقع در اختیار ایران بود و در 64% مواقع نیز تیم نیجریه توپ را در اختیار داشت. ایران در 3 مورد دروازه رقیب را نشانه گرفت و نیجریه نیز 6 بار دروازه ایران را هدف قرار داد. این بازی تنها با 1 کارت زرد که به آمرانیک تیموریان تعلق گرفت همراه بود. در بازی روز دوشنبه که ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شد، تیم ایران با حضور علیرضا حقیقی دروازه‌بان، خسرو حیدری، احسان حاجی صفی، جلال حسینی، امیر صادقی، جواد نکونام کاپیتان، آندرانیک تیموریان، پژمان منتظری، رضا قوچان نژاد، اشکان دژاگاه و مهرداد پولادی بازی را آغاز کرد. در دقیقه 73 بازی علیرضا جهانبخش به جای اشکان دژاگاه وارد زمین شد و در دقیقه 89 نیز خسرو حیدری جای خود را به مسعود شجاعی داد. این بازی در ورزشگاه شهر کوریتیبا با حدود 40,000 تماشاگر برگزار شد. گری لینکر مهاجم سابق تیم ملی انگلیس که سابقه آقای گلی جام جهانی 90 را در کارنامه خود دارد، پس از تساوی ایران و نیجریه به تمجید از تیم ملی ایران پرداخت و گفت نکته جالب برای من این بود که تیم ملی ایران در بازی‌های انتخابی جام جهانی کمتر از هر کشور دیگری دروازه‌اش باز شد و در بازی برابر نیجریه نیز به خوبی توانست از دروازه خود مراقبت کند. در همین حال سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید که از نتیجه دیدار با نیجریه راضی است و خوشحال از تیم ملی ایران همچنان در جام جهانی حضور دارد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی تیمش در برابر نیجریه گفت خیلی از نتیجه به دست آمده خوشحال هستم. لازم است کمی واقع‌گرایانه به این مسئله نگاه کنیم. بازی بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و خیلی خوب کار کردیم. برای توپ و فضا برنامه داشتیم و به خوبی جنگیدیم. تنها یک چیز در ذهن ما بود و با آن رسیدیم. او افزود به خاطر این عمل کرد و این بازی باید بازیکنانم را تحسین کنم. آنها شایسته این هستند چرا که زحمت زیادی کشیدند. وی در پاسخ به این سوال که آیا به ماموریتی که در ذهن داشتید دست پیدا کردید گفت نه، هدف ما مساوی نبود. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن ابراز امیدواری از ادامه رقابت‌ها عنوان کرد خوشحالیم که تیم را در جام جهانی نگه داشتیم. حالا نوبت آرژانتین است و همانطور که گفتم
خوشبختانه تیم در جام حضور دارد و می توانیم به برنامه هایمان ادامه دهیم. بازی ایران و نیجریه دومین دیدار از گروه F بود. 25 خرداد ماه بوسنی و آرژانتین از این گروه به مسافه یکدیگر رفتند و آرژانتین با نتیجه 2-1 پیروز میدان شد. تا این لحظه بازی ها آرژانتین 3 امتیاز و ایران و نیجریه هر کدام 1 امتیاز دریافت کردند و بوسنی نیز هیچ امتیازی به دست نیاورده است. دور بعدی رقابت ایران 31 خرداد ماه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی خواهد بود که ایران و آرژانتین با یکدیگر رقابت خواهند کرد. ایران 4 تیر ماه نیز ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی با تیم فوتبال بوسنی در سالوادور به زمین خواهد رفت. حسین نورانی نژاد از اعضای گروه مشاوران سید محمد خاتمی و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی ساعت پیش با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، این روزنامه نگار 20 خرداد در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز گذشته در دادگاه به وی ابلاغ شد. حسین نورانی نژاد که اسفند ماه سال گذشته برای دیدن فرزند خود به ایران بازگشته بود، اول اردیبهشت ماه امسال در منزل خود بازداشت شد. در خبر دیگر، محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری گفت به پرونده سبا آذرپیک روزنامه نگار بازداشتی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می شود. سبا آذرپیک 7 خرداد ماه در دفتر هفته‌نامه تجارت فردا بازداشت شد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه 5+1 از صبح امروز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. گرچه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته با ویلیام برنز معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا فقط درباره موضوع هسته‌ای مذاکره کرده، اما رویترز خبر داده مذاکرات پیرامون بحران عراق نیز انجام شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که در مذاکرات روز دوشنبه تنها درباره مسائل هسته‌ای گفتگو شده است. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها خبر داد مذاکراتی در خصوص بحران عراق و حمله داعش نیز با جمهوری اسلامی انجام شده است. بعد از ظهر دوشنبه 26 خرداد ماه با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز معاون ارشد وزیر امور خارجه آمریکا نشست سه‌جانبه‌ای برگزار شد. این مذاکرات برای کاهش اختلاف‌ها و نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها برای آغاز نگارش توافق جامعه هسته‌ای بود. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه نیز گفتگوها با برنز را مفید خواند و گفت طرفین صرفاً درباره موضوع هسته‌ای با یکدیگر مذاکره کردند و درباره عراق صحبت نشده است. وی درباره دیدارهای دو جانبه گفت که امروز ساعت 8 صبح با طرف چینی و ساعت 8:30 با روسیه دیدار دو جانبه خواهیم داشت. عراقچی افزود دیدار ظریف و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز ساعت 10 صبح امروز صورت می گیرد. پیش از این دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون ظهر دوشنبه نیز در یک نهار کاری در وین درباره زمان و نحوه آغاز دور جدید گفتگوهای ایران و گروه 5+1 تصمیم گیری کردند. قرار است که امروز سه‌شنبه 27 خرداد ماه جمهوری اسلامی و 5+1 پنجمین نشست عمومی خود را برگزار کنند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در این خصوص گفت تصمیم گرفتیم روز سه‌شنبه یک نشست عمومی با 5+1 داشته باشیم و یک بار دیگر موضوعات را مرور کنیم. وی افزود پس از آن نیاز به جلسات فنی و دو جانبه خواهد بود تا ببینیم مبانی برای نوشتن متن مشترک آماده خواهد شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه پیش از آغاز گفتگوها با کاترین اشتون در فرودگاه وین گفته بود که در پنجمین دور از گفتگوهای هسته‌ای باید نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای با 5+1 آغاز شود. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات غربی در وین که نام وی منتشر نشده نوشته است هنوز کارهای بسیاری باقی است. این دیپلمات غربی افزوده است
هنوز بر سر موضوع اصلی حتی طرح یک راه حل نیز وجود ندارد. موضوع غنی سازی اورانیوم از طریق سانتریفوژها که می تواند از درجه ای به بالا سوخت تولید بمب اتمی را تامین کند از موانع اصلی باقی مانده است. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم این هفته اعلام کرد که تعداد سانتریفوژهای ایران از چند صد عدد به 20,000 عدد رسیده است. جمهوری اسلامی گفته است به منظور تأمین سوخت راکتورهای تولید انرژی هسته‌ای برای استفاده غیر نظامی این تعداد را افزایش می‌دهد. محمد جواد ظریف نیز در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد نوشت در 10 سال گذشته تعداد سانتریفوژهای ایران از 200 عدد به 20,000 عدد رسیده است. ظرفیت غنی‌سازی ایران از 0.3% به 20% ارتقا یافته است و راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق کمتر از 1 سال دیگر افتتاح خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در مقاله خود افزوده است طرف‌های مقابل از ما در زمان مدیریت آقای روحانی بر پرونده هسته‌ای خواستند تا از غنی‌سازی حداقل تا سال 2015 خودداری کنیم که این موضوع باعث شد عملاً امکان حصول به توافق از بین برود. وی در همین حال گفته است هیچ کس نمیتواند عقربه‌های ساعت را به عقب برگرداند. قربانی‌هایی داده شده است. میزان توانایی‌های ما به شکل وسیع افزایش یافتند. دانش و تخصص‌های جدیدی کسب شده است. هیچ کدام از اینها را نمیتوانیم با آرزو و یا حتی از طریق مذاکره نادیده بگیریم. این در حالی است که رابرت مندنز، سناتور دموکرات و رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنای آمریکا، روز پنجشنبه 12 ژوئن گفت هر گونه توافق با جمهوری اسلامی به از بین بردن قابل توجه زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور نیاز دارد. شهر وین برای 5th time میزبان گفتگوهای ایران و گروه 5+1 بر سر گام پایانی توافقنامه ژنو موسوم به برنامه اقدام مشترک است. این توافق 30 دی ماه سال گذشته وارد مرحله اجرایی شد و آخر تیر ماه مهلت 6 ماهه آن به پایان می رسد. در ادامه بحران عراق، عربستان سعودی و قطر نخست وزیر این کشور را در به وجود آمدن بحران کنونی عراق مقصر دانستند و بغداد را به فرقه گرایی متهم کردند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا آماده مذاکره با جمهوری اسلامی در مورد عراق است، اما علی‌رغم این اظهارات وزیر خارجه آمریکا، سخنگوی پنتاگون اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای گفتگو با جمهوری اسلامی برای عملیات نظامی در عراق وجود ندارد. عربستان سعودی و قطر نوری المالکی نخست وزیر عراق را در وجود آوردن بحران کنونی عراق مقصر دانستند و بغداد را به فرقه گرایی متهم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالعزیز خوجه وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان سعودی روز 26 خرداد ماه نقش داشتن نیروهای خارجی در بحران کنونی عراق را رد کرد و گفت اگر دولت عراق در سالهای گذشته بر سیاستهای فرقه‌ای و انحصاری خود پافشاری نمی کرد، این بحران ایجاد نمی شد. در همین روز خالد العطیه وزیر امور خارجه قطر نیز فرقه گرایی شیعی و تنگ نظرانه نوری المالکی را عامل ایجاد بحران در عراق دانست و گفت که بغداد با پیگیری سیاست‌های فرقه‌ای خود سنی مذهبان عراق را به حاشیه رانده و طرد کرده، تحصن‌های صلح‌آمیز آنها را برهم زده، علیه آنها اعمال خشونت کرده و مخالفان سنی را تروریست خوانده است. به گزارش رویترز، اظهارات عربستان سعودی و قطر که اکثریت جمعیتشان را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند، احتمالا روابط این دو کشور را با عراق بیش از پیش تیره خواهد کرد. بغداد تاکنون بارها ریاض و دوحه را به حمایت از شبه نظامیان سنی در عراق متهم کرده است، اتهامی که از سوی آنها رد شده. در رویداد دیگر مرتبط با عراق، دریادان جان کربی، سخنگوی پنتاگون در واشنگتن در عراق هر گونه همکاری نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا
علیه گروه داعش را منتفی دانست. جان کربی با اشاره به مذاکرات جاری هسته‌ای با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت ممکن است دو کشور در حاشیه مذاکرات هسته‌ای بر سر مسائل عراق با هم گفتگو کنند، اما مطلقاً هیچ قصد و برنامه‌ای برای همکاری نظامی میان ایالات متحده و ایران وجود ندارد. او اضافه کرد که حتی هیچ برنامه‌ای برای رایزنی با جمهوری اسلامی در مورد فعالیت‌های نظامی در عراق نیز موجود نیست. پیشتر وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا امکان همکاری نظامی جمهوری اسلامی و آمریکا علیه داعش وجود دارد، به یاهو نیوز گفته بود که باید دید ایران آماده چه اقداماتی است و احتمال همکاری نظامی آمریکا با ایران را رد نکرده بود. جان کری همچنین گفته بود که کشورش همه گزینه‌های موجود را به دقت بررسی می‌کند، از جمله به کارگیری هواپیماهای بی سرنشین یا حملات هوایی با هواپیما و موشک را. به گفته او مهمترین هدف تحکیم همکاری با دولت عراق است. در تحول دیگر و به گزارش خبرگزاری فرانسه، بخش هایی از شهر تلعفر در شمال غربی عراق و نزدیکی موصل و در مسیر ارتباطی موصل به سوریه به دست داعش افتاده است. منابع مستقل گفتند که شمار زیادی در این شهر کشته و بسیاری نیز شهر را ترک کردند. گروه داعش نیز در همین حال مدعی شده که به خاک اردن نفوذ کرده و اولین شاخه خود به نام دولت اسلامی اردن را در این کشور دایر کرده است. یک عضو دولت اسلامی اردن گفته که در حال حاضر قرار نیست هیچ اقدامی علیه ارتش اردن صورت گیرد. او افزود اما با گذشت زمان اردن هم به هر شکلی که شده بخشی از خلافت اسلامی خواهد شد که داعش قصد تشکیل آن در منطقه را دارد. در همین حال حسین مجالی وزیر کشور اردن در سخنانش در مجلس این کشور نسبت به اقداماتی هشدار داد که فضا را برای رشد تمایلات افراطی آماده می کند. او گفت که داعش تنها با اتکا به اسلحه نمی تواند با اردن رو در رو شود. او تاکید کرد که باید جلوی افراطی‌گری را با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گرفت. اردن همچنین شمار نظامیان خود در مرزهایش با عراق را دو برابر کرده است. هفته گذشته شبه نظامیان وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در یک پیشروی سریع استان نینوا و بخش‌هایی از استان‌های صلاح الدین و دیاله را به تصرف خود درآوردند. در این مدت همچنین تصاویری از شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام منتشر شده که از اعدام گروهی ده‌ها تن از اسیران از سوی داعش خبر می‌دهد. در روزهای اخیر نیروهای ارتش عراق عملیات گسترده‌ای را علیه داعش و دیگر گروه‌های شبه نظامی آغاز کردند. سنی مذهبان عراق از زمان رویکار آمدن دولت نوری المالکی با اکثریت شیعه همواره بغداد را به طرد و به حاشیه راندن اقلیت سنی این کشور متهم کردند. اکمل‌الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی از سوی حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی به عنوان نامزد مشترک این دو حزب برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه معرفی شد. حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی دو حزب بزرگ ترکیه هستند که از منتقدان دولت محسوب می شوند. میثاق بختیاری از ترکیه گزارش می دهد. پس از ماها گمان زنی شورای مشورت احزاب مخالف دولت روز گذشته پروفسور اکمل‌الدین احسان اوغلو رو به عنوان نامزد مشترک خودشون برای حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری مرداد ماه ترکیه معرفی کردند. همونطور که در گزارش‌های قبلی هم اشاره کردیم پس از انتخابات محلی در 3 مارس و پیروزی حزب عدالت و توسعه دو حزب مخالف دولت یعنی حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی که نتونسته بودند در اون انتخابات نتیجه دلخواهی رو کسب بکنن بحث معرفی نامزد مشترک رو برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردن و
بر روی طبیعی هم بود. با توجه به موفقیت دوباره حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی، شاید معقول ترین گزینه‌ای که پیش روی احزاب رقیب بود همین مسئله، یعنی توافق بر سر یک کاندیدای مشترک بود. این موضوع البته میتونه تا حدود زیادی موقعیت احزاب رقیب دولت رو در مقابل حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو ارتقا ببخشه. حزب عدالت و توسعه هم البته در زمینه معرفی نامزد نهایی خودش برای انتخابات ریاست جمهوری، میدونیم در 3 ماه گذشته جلسات زیادی رو با اعضای خودش و صاحب نظران مختلف برگزار کرد. به نظر میرسه به جنبندی مشخصی هم در این زمینه رسیده و اونطور که از لابلای صحبت‌های مقامات این حزب پیداست، نامزدی آقای ارغان قطعی استش، هرچند رسماً این موضوع اعلام نشده، اما خب معاون حزب عدالت و توسعه گفتن ما نامزد خودمون رو انتخاب کردیم، منتها صبر میکنیم تا حساب مخالف نامزدشون رو معرفی بکنن، پس از اون ما نامزد خودمون رو معرفی خواهیم کرد. اما در این ارتباط هم در این هفته 2 حزب مخالف و رقیب دولت از جمله حزب جمهوری خلق و حزب سعادت مسئله دیگه ای رو هم مطرح کردن. اونها بر این موضوع هم توافق کردن و تاکید داشتن که نامزد معرفی شده از سوی اونها وابستگی حزبی نخواهد داشت. آقای کمال قلیچدارقلو رهبر حزب جمهوری خلق در مورد دلیل این کار گفته بود که ما به دنبال نامزدی هستیم که اتحادیه‌های صنفی، سندیکای هنرمندان و احزاب سیاسی از او حمایت بکنند و مورد پذیرش جامعه هم باشه. ولی اتفاقی که در این چند روز در این راستا افتاده و به نظر اتفاق مهمی هم هستش، اعلام حمایت مشروط 2 حزب کردی از نامزد حزب جمهوری خلق هستش. آنطور که روزنامه حریت چاپ ترکیه در این زمینه نوشته، 2 حزب کردی صلح و دموکراسی و حزب دموکراتیک خلقا گفتن که در صورت که حزب جمهوری خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت، به خواسته کردها که آزادی و دموکراسی هستش تضمین و اطمینان بده، اونها هم از نامزد حزب جمهوری خلق در انتخابات ریاست جمهوری حمایت خواهند کرد، که خب این موضوع میتونه تا حدود زیادی موقعیت حزب جمهوری خلق رو در انتخابات مراد ماه آینده بهبود ببخشه. با این همه همونطور که گفتیم، 2 حزب بزرگ جمهوری خلق و حرکت ملی در نهایت پس از ماها مشورت بر سر کاندیداتوری پروفسور اکمل‌الدین احسان‌اغلو به توافق رسیدن. پروفسور اکمل‌الدینی که استاد دانشگاه علوم اجتماعی و از سیاستمداران شناخته شده ترکیه هستش و در حال حاضر دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی هستش. آقای اکمل‌الدین از خانواده ترک‌تبار اما در قاهره متولد شده و سالها در مصر زندگی کرده. انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه 19 مرداد امسال برگزار خواهد شد. 2 ایرانی در دادگاهی در فرانکفورت آلمان به قاچاق موتورهای هواپیماهای بدون سرنشین به ایران متهم شدند. به گفته دادستانی این موتورها برای استفاده در پهپادهای ابابیل 3 مناسب هستند. در گذشته نیز یک تاجر ایرانی تبار به اتهام انتقال فناوری ماهواره به ایران در آلمان بازداشت شده بود. به گزارش رسانه‌های آلمان، به نقل از داستان کل آلمان، یک تاجر 32 ساله به نام ایمان لام در ویسبادن در مجموع 61 موتور هواپیماهای مارک لیمباخ را در سالهای 2008 و 2009 از طریق شرکت واردات صادرات خود خریده و به ایران ارسال کرده است. داستانی آلمان سود حاصل از این معامله را حدود 500,000 یورو برآورد می‌کند. این بازرگان برای آنکه مورد سوءظن ماموران گمرک واقع نشود، اطلاعات جعلی روی بار ارسالی خود میچسبانده است. به گفته بازرسان این پرونده، در این اطلاعات گفته میشده که محموله ارسالی قطعات یدکی برای موتور جت اسکی بوده است. جت اسکی وسیله ورزشی و سرگرمی برای موتور سواری روی آب است. داستانی آلمان این مرد را متهم کرده که موتورها را بدون اجازه رسمی خریده و صادر کرده و بدین ترتیب در 20 مورد مرتکب نقض قانون شده است. این موتورها به عنوان دستگاهی برای ایجاد نیروی محرک پهپاد به کار می آیند. هواپیماهای بی سرنشینی که ارتش ایران به منظور پروازهای تجسسی و عملیات رزمی از آن استفاده می کند. متهم این پرونده حاضر به موضع‌گیری درباره اتهاماتی که علیه او زده می شود نیست و می گوید دلیل او تجربه های بدی است که با دستگاه قضایی دارد. او می گوید که در سال 2006 به مدت 16 ساعت بدون داشتن وکیل به سوالات یک بازجو پاسخ داده
و سپس یک شب را در زندان گذرانده است و تنها از طریق وکیل خود حاضر به برقراری ارتباط با مقامات مسئول است. وکیل این بازرگان در نخستین روز محاکمه تصریح کرد که موکلش در مورد این اتهام موضع‌گیری خواهد کرد. قاضی دادگاه بیش از این گفته بود که با توجه به اعلان جرم دادستانی چشم‌انداز خوبی در انتظار متهم نیست. این پرونده در ابتدا متهم دیگری نیز داشت. یک بازرگان مقیم ایران متهم شده بود که کمک کرده است تا محموله ارسالی از آلمان در ایران فروخته شود. روزنامه آلمانی بیلد نام این بازرگان را داوود الف ذکر کرده است. این بازرگان 55 ساله طبق گواهی دو پزشک همکنون بیمار است و نمیتواند در دادگاه حاضر شود. در نتیجه پرونده این دو بازرگان به طور جداگانه در دادگاه بررسی خواهد شد. انتظار می‌رود که دادگاه رأی خود را در ماه سپتامبر صادر کند. از آخرین موارد این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت یک آلمانی ایرانی تبار به اتهام خرید قطعات برای برنامه موشکی ایران در ماه فوریه اشاره کرد و همچنین در ماه می 2013 یک تاجر ایرانی تبار مقیم آلمان به اتهام انتقال فناوری ماهواره به ایران بازداشت شد. اتهام ایشان سرپیچی از قوانین مربوط به مبادلات تجارت خارجی و نقض تحریم ها علیه ایران بود. دادگاهی شدن این دو نفر در خصوص معامله غیرقانونی موتورهای پهباد در حالی است که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبلیغات گسترده ای را روی موضوع پهباد کرده است. رژیم ایران پس از سرنگونی یک پهباد امریکایی در دو سال پیش مدعی شده بود با روش مهندسی معکوس توانسته به تکنولوژی پهپادها یا هواپیماهای بی سرنشین دست یابد. کارشناسان ادعاهای حکومت ایران را رد می کنند. یک نماینده مجلس می گوید مخالفت کلی برای حضور زنان در ورزشگاه ها وجود ندارد، اما تماشاگران زن بهتر است در کانون هواداران ساماندهی شوند. تصمیم در مورد حضور زنان در استادیوم فوتبال به استادیوم والیبال به شورای امنیت کشور سپرده شده است. سه روز پس از آنکه از حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی والیبال میان تیم‌های ایران و برزیل جلوگیری شد، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت از موضع‌گیری برخی نمایندگان مجلس در این باره نوشته است. به گزارش این خبرگزاری، کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل در نشست علنی مجلس با اشاره به برگزاری بازی والیبال بین ایران و برزیل گفت: امیدواریم مسئولان اجازه دهند که بانوان ایرانی مانند برزیلی‌ها از بازی والیبال بهره‌مند شوند. همچنین بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اسدآباد در مصاحبه با خبرگزاری مجلس گفت که مخالفت کلی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد، بلکه تنها باید شرایط آن را مهیا کرد. روز جمعه گذشته 23 خرداد گروهی از زنان ایران که برای تماشای بازی والیبال میان ایران و برزیل به استادیوم آزادی رفته بودند اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و این در حالی بود که زنان برزیلی در استادیوم 12,000 نفری حضور یافته بودند. محمود افشاردوست، دبیر فدراسیون والیبال ایران، روز 19 خرداد در آستانه برگزاری مسابقه والیبال بین تیم‌های برزیل و ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود: بهتر است خانم‌ها در خانه بنشینند و برای تیمشان دعا کنند. اما امیدهایی نیز برای زنان علاقه‌مند به وجود آمده بود که بتوانند در ورزشگاه برای تماشای بازی مورد علاقه‌شان حضور پیدا کنند. برای نمونه شهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران، از رایزنی‌هایی خبر داده بود که برای حضور تماشاگران زن در روز 25 خرداد در ورزشگاه صورت می‌گیرد. وزارت ورزش نیز پیش از آغاز مسابقات والیبال اعلام کرده بود که به خاطر جهانی بودن مسابقات با حضور زنان برای تماشای والیبال در ورزشگاه موافق است. برای همین هم عده‌ای از زنان با آنکه دو سالی هست که حضور زنان در ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات والیبال ممنوع شده، برای دیدن بازی روز 23 خرداد راهی ورزشگاه آزادی شدند که پشت درهای بسته ماندند.
در همین رابطه ژیلا بنی یعقوب از فعالان سیاسی هم که در چند روز گذشته به استادیوم رفته بود و همراه با زنان دیگر به درب بسته خورده بود عصر روز گذشته و پس از بازگشت در فیسبوک خود نوشت امروز هم زنان ایرانی در تهران پشت در ورزشگاه آزادی ماندند. نماینده پلیس امنیت اخلاقی به میان زنان آمد و گفت به ما ابلاغ شده که به هیچ عنوان به زنان ایرانی اجازه ورود به ورزشگاه را ندهیم. پرسیدیم فقط زنان ایرانی؟ یعنی زنان خارجی حق ورود و تماشای مسابقات والیبال را دارند؟ با قاطعیت گفت بله، به ما گفتند که به زنان ایرانی اجازه ورود ندهیم، اما زنان غیر ایرانی حق ورود دارند. خانم بنی یعقوب در ادامه هم نوشت خانم سارا قاسمپور مشاور خانم ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان هم به میان زنان آمده بود. او از خواسته زنان برای ورود به استادیوم حمایت کرد و بارها با مسئولان پلیس امنیت اخلاقی که اجازه ورود به زنان را نمی‌دادند صحبت کرد و از آنها خواست که از مقامات ارشد خود در این باره کسب تکلیف کنند. خانم قاسمپور گفت معاونت امور زنان، فدراسیون والیبال و وزارت ورزش هیچ کدام با ورود زنان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات جهانی والیبال مخالفتی ندارند و فقط این شورای تامین استان تهران است که مخالف ورود آنهاست. این فعال سیاسی در پایان هم نوشته است بسیاری از زنان دقایقی طولانی با مسئولان پلیس امنیت صحبت کردند و بارها از آنها پرسیدند که چرا ایران برخلاف تعهدی که به مراجع بین المللی در این باره سپرده به ما اجازه ورود به ورزشگاه را نمی دهد. پلیس ها می گفتند ما این چیزها را نمی دانیم. به ما ابلاغ شده زنان ایرانی را به استادیوم راه ندهیم. امروز تعداد زیادی پلیس زن و مرد در مقابل ورزشگاه حضور داشتند و اجازه نزدیک شدن زنان را به در بزرگ ورزشگاه نمی دادند. زنان ایران از سال 1391 از حضور در ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات والیبال محروم شدند. پیش از آن آنها می توانستند در این مسابقات به عنوان تماشاگر شرکت کنند. اما با موفقیت‌های تیم ملی والیبال ایران در چند سال گذشته و اقبال عمومی به این ورزش و توجه رسانه‌ها، ناگهان جمهوری اسلامی از حضور زنان در ورزشگاه‌ها جلوگیری کرد. اگرچه گفته می‌شود که محدود کردن حضور زنان در ورزشگاه مسابقات والیبال را دولت محمود احمدی نژاد اعمال کرد، اما پیش از آن نیز جمهوری اسلامی با هر نوع فعالیت زنان مخالفت می‌کرد. اما آخرین خبر این که شورای تحول و بازنگری در علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب دومین رشته جایگزین مطالعات زنان تحت عنوان رشته مدیریت خانواده خبر داد. به گزارش روزنامه شرق این رشته قرار است در کنار رشته حقوق زن در اسلام که در خرداد 91 به تصویب رسید از جمله رشته های جایگزین رشته مطالعات زنان باشد. غلامعلی حداد عادل رئیس شورای تحول در علوم انسانی اعلام کرده جهتگیری تربیت دانشجو در رشته مطالعات زنان و خانواده باید پرورش افرادی باشد که بتوانند از مبانی فلسفی نظام حقوق زن و خانواده در اسلام دفاع کنند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. ممنونم که ما را همراهی کردید. شب و روز شما خوش.